ترجیحاً با اینی که یه سر داده بریزیم برای که پرسه کرمایی که پوشیان باید زیاد باشه. وقتی که با از این هدای دو سره بریزیم چون فشار آبش نسبت به قهوهش کمتر میشه کرمای کمتری بهش به قهوهتون میده، کرمای اون کفیه که روی خود قهوه میاد. پس برای اسپرسو همیشه از این یک سره استفاده بکنیم. اسپرسو سینگل داره با دبل، لانگ داره و شورت. سینگل و دبل مقدار قهوه‌ای که برای اسپرسو استفاده می‌کنیم رو نشون میده، لانگ و شورت مقدار آبی که توی قهوه می‌ریزیم رو نشون میده. اینا رو اگه نگاه بکنید یکیشون کاسه داخلش کوچیک‌تره که یک سینگل شات توش جا میشه، یکی یه مقدار کاسه توش بزرگتره که دبل شات توش جا میشه. دبل شات از دو تا سینگل شات یه مقداری کمتره. اگه که دیفاین نکنن که سینگل شات سینگل لانگ میخوان یا دبل لانگ میخوان یا سینگل شورت میخوان یا دبل شورت میخوان، سینگل لانگ اسپرسو بهشون میدیم. یعنی اینکه یک شات اسپرسو و به اندازه یک لیوان لانگ. پس سینگل و دبل شد مقدار قهوه ای که توش میریزیم، لانگ و شورت شد مقدار آبی که توش میریزیم. اسپرسوی شورت سایزه که ما داریم تا اینجا میاد مقدار آبش، اسپرسوی لانگ تا یه لیوان کامل میاد آبش. سایزه ما سایزه اروپایی هست. اگه که مشتری از شما اسپرسوی شورت بخواد لیوان بهش نشون بدیم و بگیم سایزه ما اینطوریه، اسپرسوی شورت نصف لیوان رو پر میکنه، آیا همین این سایزه که شما میخواید یا نه؟ چون اگه به سایزه آمریکایی عادت داشته باشن اسپرسوی لانگ تقریبا اینقدر میشه براشون، برای همین اینو خیلی کوچیک میدونن. بهشون نشون بدیم بگیم لانگ لیوان پر میشه، آیا خوبه براتون یا نصف لیوان. ولی اکثرا نمیگن که چه مدل اسپرسوی میخواد، سینگل، دبل، لانگ، شورت. برای همین معمولا سینگل لانگ بهشون، یعنی یک شات اسپرسو و یک لیوان پر اسپرسو از این لیوان کوچیک. حالا برای درست کردن اسپرسو یه دونه از این یک سره ها رو برمیدارید، نه که یه دونه هم داره قهوه رو توش میریزیم. باید حواستون باشه که قهوه رو زیاد نریزید داخلش، به همون میزانی که علامت داره بزنید، یعنی تا سر این خطی که داخله. بعد کامل پرسش میکنید. این سری باید خوش باشه. ببینید الان چون خیس بوده قهوه بهش چسبیده. این حتما باید خوش باشه. الان چون یه مقدار چسبیده بود به این سره من را بیزار اضافه کنم بهش. بزنیدش لب کانتر و سطحش رو صاف صاف بکنید. اگه قهوه روی این لبای هدرتون ریخت با دست پاکش بکنید، چون اگه قهوه بره گاهی دستگاه رو خراب میکنه و باید حواستون باشه که قهوهاتون زیاد نباشه، چون اگه قهوه زیادی توش بریزید وقتی که اینو میبندید این سر از دورش قهوه میریزه بیرون. دستا رو از سمت چپ میارید. اینجا دو تا کوک داره که این دو تا سری رو باید توی اون و بعد بپیچونش به راست سفت بشه. از سمت چپ میذارید میکشیدش به راست. مطمئن باشین که فشارش بدید کامل صفر بشه، وگرنه آب که میریزه توش فشار آب باعث میشه که این در بیاد و بریزه توش ما خیلی خطرناکه. حالا این تمام قهوه هایی که گرمن قبلش باید لیوانتون رو گرم بکنید. لیوان رو معمولا از این بالا برمیدارید و این سطح چون گرمه لیوان خودشون گرم هستن، ولی همیشه برای اینکه مطمئن بشید که لیوانتون داغه داغه یه مقدار آب جوش توش بریزید. الان اینی که باز میکنم چند دقیقه است که استفاده نشده، برای همین یه ذره اول آبش جوش جوش نیست. ببینید تازه الان جوش شد. یه ذره اولش رو بذاریم بره بعد که داغ شد یه مقدار آب جوش بریزید توی لیوانتون و میذاریم. اول کار داره گرفتین لیواناتون رو بذارید داغ بشه که تا موقعی که قهوهش رو آماده میکنید لیوان یه ذره توی آب جوش مونده باشه که کامل داغه داغ شده باشه. بعد که قهوه رو آماده میکنید و میذارید که دستگاه آب جوش داخلش رو میریزید دور،
اینجا یه دونه از این استنده داری؟ تاکه لیوانتون کوتاه باشه میتونی بذارید زیرش به سطح لیوان بیاد بالاتر. این هم باعث میشه که قهوه که میریزه به دور و بر لیوانتون نباشه، همین که باعث میشه راه کمتری رو بگذرده تو به قهوه تا به لیوان برسه، برای همین سرد میشه قهوهتون. پس قهوه رو گذاشتیم اینجا، لیوان داغ شده رو گذاشتیم و لیوان اسپرسو رو بزنیم. ببین اسپرسو رو به یه خط خیلی نازک و یه دست داره میاد پایین، این یعنی دستگاه خوب ست شده، یعنی همدونه های قهوهش گرایندش سایزش مناسب بوده، همین که مقدار قهوه اینه تشریفتی خوب بوده و هم با فشار خوبی داره میاد. اگه که قهوه تو خیلی با فشار زیاد بیاد پایین، اون یعنی که یا مقدار قهوه تو کم بوده یا اینکه بیناتون خیلی درشت گرایند شده. اگر هم خیلی کم کم بیاد، مثلا قطره قطره بیاد پایین، اون هم خوب نیست، برای اینکه قهوه رو میسوزونه داخلش. حالا نمیدونم از اونجا میشنید یا نه، اما تا یه کرمای خیلی خوبی روی قهوه داریم. هم نمیدونم دیده میشه یا نه، ولی این حالت کامه‌ای که روی قهوه داریم رو بهش میگن کرما. قهوهتون باید، اسپرسوتون باید اینو داشته باشه روش. یه چیز دیگه که خیلی مهمه برای اسپرسو اینه که وقتی که اسپرسو رو زدید همون موقع باید سروش بکنید، چون اگه یکم بگذره این کرما میخوابه و قهوه به نظر قدیم میاد. برای همین هر موقع که اردر اسپرسو رو با اردرهای دیگه دارید بقیه اردر آماده بکنید، اسپرسو اینو قهوهشو بزنید آماده باشه، لحظه آخر درست قبل از بردن سر میز اسپرسو رو بزنید و همون موقع ببرید که کرمای روش نخوابه. یه دونه از این پیش دسته کوچیک برمیداریم، پیش دستی اسپرسو رو میزنیم و یه قاشق کوچیک و اسپرسومون با قند و شکر سرو میشه. اسپرسو رو کسی با قند نمیخوره، ما توی جوش پکیج قند و شکرمون با همه رو با هم میبریم، ما تا بعد با شکر سرو.